خب، امرنگ جماعت بودن این یک ویژگی جالب دیگه است که طبیعی است در میان ما زیاد دیده میشه. ابتدا باید اشاره کنم که افغانستان به مثل کشورهای همسایش یک جامعه جمعگراست یا کلکتیویستیک میگن، کلکتیویست است. به این معنا که ما معمولا هویت خود، نوع شناختی که از خود داریم، بر اساس رابطه های خود با افراد دیگه تعیین میکنیم و تعریف میکنیم. و همین سبب میشه که از گذشته ها، حتی در ادبیات ما هم که نگاه بکنیم، در ضرب المثل ها اشارات و تشبیهات وجود داره، از اینکه ما به خاطر از اینکه رسوا نشیم باید هم رنگ جماعت باشیم یا با جماعت حرکت بکنیم و چیزهای از این قبیل. این تا حدودی میتونه درست باشه. مثلا اگر ما در یک کشور دیگه میریم، خوب است که بعضی از قواعد رفتاری از اون رعایت بکنیم تا احترام از اونا مورد نظر گرفته شود. اما اگر ما به صورت افراطی بخوایم کمرنگ جماعت باشیم، به این معناست که ما کوشش میکنیم تا ابراز نظر نکنیم، کوشش میکنیم تا تحلیل نکنیم، تفکر نکنیم، راجع به یک موضوع نظر خود تولید نکنیم، مطالعه نکنیم، و یا در صورتی که مطالعه میکنیم حرف خود پیش خود نگاه داریم و به دیگران مطرح نکنیم، این مورد تحلیل و گفتگو و مذاکره قرار ندهیم، و این سبب میشه که آرام آرام از خیر موضوع بگذریم. همچنان همرنگ جماعت بودن آرام آرام سبب میشه که نفر شخصیت خود ذوب بکنه در شخصیت دیگران و خودش نباشه دیگه. در حقیقت ببینید، از لحاظ روانی هر کس منی داره که من مجموعی از شخصیت خودش و آنچیز که از کودکی آموخته و در طول دوران کودکی و نوجوانی برش شکل گرفته. حالا اگر یه نفر بخواهد که بخاطر خوش دیگرا نظر خود نگویه، مطالعه کمتر بکنه، از خیر بعضی چیزا بگذره، آرام آرام سبب میشه که ذره ذره شخصیتش محو شوه در شخصیت و رفتار و ارتباطاتی که با دیگرا داره. اینجا است که امرنگ جماعت بودن به ضرر نفر تمام میشه. با آن که اجتماع میخواهد که ما هم رنگش باشیم، اما نیاز است که نفر تا حدودی قواعد رفتاری اجتماع را در نظر بگیره و تا حدودی هم به خود توجه کنه. در غیر صورت هویتش یک هویت پاشان و به هم ریخته خواهد بود. میریم به ویژگی بعدی. در رابطه به انکار کردن و ندیده گرفتن مشکل، من چندین بار در طول برنامه ها صحبت کردم. یک قسمت عمده دغدغه شخصی خود من هم در قسمت انکار کردن در رابطه به مسائل و اختلالات یا مشکلات روانی است. به خاطر ای که در زمانی که بحث از مشکلات روانی میشه، یک مقدار شرم و خجالت وجود داره در او، و او سبب میشه که بسیاری از خانواده پنهان کاری بکنن، از افراد گرفته مردها، زنها و حتی با کودکای خود تا یاد بدن که یک مقدار پنهانکاری در اینجا وجود داشته باشه، بخاطر از اینکه میشرمن و فکر میکنن که یک نقص بسیار بزرگ در زندگیشان خواهد بود. اما در کنار از این، انکار کردن محدود به اختلالات روانی نمیشه. ما انکار کردن در سطح کلانترش میتونیم داشته باشیم. مثلا افراد یک مشکل خانوادگی کلانتر دارن، اما میخواین که ای پنهان بمانه. پنهان ماندن در حدی که یک موضوع اگر رازی در خانواده وجود داشته باشه و بعد از او مهمتر از او قادر به حل مشکل باشد، هیچ مسئله نیست. اما روندی که دیده میشه در طول چند دهه است که ما یک سلسله مشکلات بسیار جدی در حد فردی میتونیم داشته باشیم و همچنان در حد اجتماعی که در کلان ساختار اگر نگاه کنیم، زوایای مختلف زندگی افراد در داخل کشور و بیرون از او را تحت تاثیر خود قرار داده. مثلا اگر انکار از این وجود داره که مرد سالاری نیست، یا انکار از این وجود داره که خشونت نیست، خشونت بر علیه کودکا نیست یا کم است، یا خشونت بر علیه زنا کمتر است و این را بسیار پررنگ کردن و سرش بسیار تمرکز کردن، یا این را بسیار بزرگ نمایی کردن. وقتی که در متن جامعه داخل شویم، میبینیم که واقعیت ها چیز دیگر را بیان میکنن. واقعیت ها نشانگر ای هستند که دقیقا خشونت و ضایع شدن حق
افرادی که قدرت اجتماعی زیاد ندارن واضحا وجود داره، اما در مقابلش یک انکار وجود داره. در کنار ازی از لحاظ اجتماعی در سطح اقوام اگر نگاه کنیم، باز هم تنش و استکاک و تضاد میان اقوام مختلف وجود داره. باز هم حرف که میشه صحبت از وحدت هست، صحبت از همبستگی هست، اما معمولا این صحبت در سطح وجود داره. هیچ زمان تلاش دقیق، تلاش صادقانه برای حل مشکلات دیده نشده، بخاطر از اینکه وقتی که درون افراد بشکافیم، به صورت درون ذهنشان که بشکافیم، صادقانه به این مسائل باور ندارن و این انکار هم میتونه در ابراز شوه و همی که در حد نادیده گرفتن وجود داشته باشه. به این خاطر چی اتفاق میفته؟ چیزی که اتفاق میفته ایست که وقتی که ما میگیم مشکلی وجود نداره، به این معناست که دیگه ما دنبال راه حل هم نمیریم و امی سبب میشه که مشکلات روی هم تلمبار شون، زیاد شون، زیاد شون و به حدی برسن که دیگه او زمان در توانایی یک نسل نیست تا او مشکلات را حل بکنه، یا در حد خانوادگی، در چارچوبات خانوادگی همچنان این مسائل میتونه اتفاق بفته. یک مشکل میان زن و شوهر وجود داره، اما این را آرام میمانن، میگن که این مشکل کلان نیست، آرام آرام بر این مشکل دلخوری ها و دلتنگی ها و زخم زبان ها و خشونت دیگه هم اضافه میشه و بعد به یک حدی میرسه که دیگه بسیار مشکل میشه و از توانایی و ظرفیت زن و شوهر بیرون میشه. او وقت است که اینا نیاز دارن تا کس دیگه حتی مداخله بکنه و یک مقدار از مشکلاتشان کم بکنه. متاسفانه ما در قسمت انکار کردن و ندیده گرفتن مشکل یا کمتر توجه کردن به مشکل داریم و نیاز است تا در این قسمت توجه بیشتر صورت بگیره و صادقانه با او برخورد بکنیم و در این قسمت با خود از در درستی و راستی بیاییم. فعلا به یک وقفه کوتاه تجارتی میریم، به زودی خدمت شما برمیگردیم، با ما باشین.